میرسیم به قسمت لیات. توی لیات شما میتونید تعیین بکنید که چپ چین باشه فونتتون، وسط چین یا راست چین باشه، که خب طبیعتا اینجا من وسط چین رو انتخاب میکنم بنا به کاری که دارم. فیس کمر رو برای زمانی که شما میخواین این تکست رو 3D بکنید، یعنی 3D کردن به این معنی نیست که بهش میتونید حجم بدید. اگر شما یه دوربین داشته باشید و مثلا دوربینتون حرکت بکنه، اگر شما تکست رو انتخاب بکنید و بهش بگید که فیس کامرا دائم رو به دوربین میشه حروفتون، یعنی شما وقتی دوربین رو بچرخونید هم توی تمام زوایا تمام حروف سعی میکنن دائم رو به دوربین شما باشن. تایپ آن شما چیز خیلی جالبیه و شاید خیلی به دردتون بخوره. شروع نوشته های شما و پایان نوشته های شما هر جفتشون قابل انیمه هستن و این حالت فیدی رو هم که شما میبینید میتونید از طریق این کلید آن آفش بکنید. اگر نخواستید میتونید آن آفش بکنید. اما عناوینی که این زیر ما داریم پت آپشنز برای زمانی هستن که شما پت رو انتخاب میکنید. شما اگر ببینید اینجا ما تایپ داریم، پاراگراف داریم که برای زمانی که تکست شما حالت پاراگرافی داره و چند پاراگرافه، و عنوان آخری که ما اینجا داریم پت هستش. شما توی پت یه اوپن اسپلاین دارین، یه کلوز اسپلاین دارین، یه سیرکل یا همون دایره دارین و روش هم همونطور که شما میتونید این تکستتون رو حرکت بدید. یه رکتنگل یا همون مربع داریم، یعنی چهارگوش داریم، ویو یا همون موج و جیومتری. یه توضیح کوچیکی که من اول در مورد این پت آپشنز خدمتتون بدم، اجازه بدید من برم توی این و دوربینمون رو آف بکنیم، اینم ها حالت تیردی من درش بیارم و برگردیم اینجا. اگر شما قبلا یه آبجکتی مثلا این دایره رو بهش یه بیهیویر نسبت داده باشید، مثل ببخشید الائن تو پث، اگر من بتونم ببخشید موشن پث، موشن پث شما، من F7 رو میزنم که شما ببینید دقیقا چطور هست. یه نقطه شروع داره، یه نقطه پایان، و توی طول کامپوزیشنتون این چیزی که شما دارین انیمه میشه، دیگه نیاز به کی فریم زدن ندارید. اما اینجا دقیقا ما همین عناوین رو دیم، open sp line close sp line circle یا همون دایره اگر بخواید قابل تنظیمه، اگر من بتونم درست این رو انتخابش بکنم. rectangle wave و geometry اینن همون عناوین هستن. حالا شما اگر wave رو انتخاب بکنید شما میبینید که amplitude دارید که همون در واقع موج سینوسیتون، فرکانسش، طولش، فیز یا همون فازش، دمپنینگ یا افتش و حالا همه یه چیزهای دیگه. اینجا ما یه چیز تصویری داریم برای شرایطی که میخوایم این کار رو انجام بدیم. اگر شما میخواید یه تکست رو یه همچین کاری باش انجام بدید، ترجیحاً بهتره یکی از این موشن پت ها رو ایجاد بکنید و از روی اون اعدادی رو که به دست آوردید توی این باکس تکستتون کپی بکنید توی اینجا، مثلا ویو باشه، حالا مثلا با یه استار پوینت و اند پوینت خاص، با یه امپلیتود خاص یا حالا هر چیز دیگه، دمپنینگ و حالا بقیه موارد. و شما پلی رو هم وقتی بزنید میتونید دقیقاً انیمش بکنید و حالا تغییرات مورد نظرتون رو اعمال بکنید. اما چیزی که از همه اینا جالبتره و جذابتره زمانی که شما خودتون میتونید یه پت رو به دلخواه خودتون ایجاد بکنید. شما پت دلخواهتون رو میتونید با هر کدوم از ابزارهای کرییت که دوست داشتید بکشید. به طور مثال شما هم میتونید با این بزیه تول یا با بی اس پی لاین تول اون پت رو بکشید، یا اینکه اگه دوست داشتید با خود پن تول بکشید. مثلا من اینجا با پن تول میکشم و یه همچین پتی رو
برای آبجکتم در نظر میگیرم. یه خورده میتونم صاف و صوفترش بکنم. این رو هم میزنم که این از این حالت در بیاد. این دو تا پوینت رو یه خورده نرمتر بکنم و حالا خیلی هم دیگه وسواس به خرج ندیم. حالا شما اگر تکست رو انتخاب بکنید، بیایید توی قسمت پت به جای ویو جیومتری رو انتخاب بکنید، یه جای خالی اینجا برای شما ایجاد میشه. شما میتونید پینت استروکتون رو یا هر جیومتری دیگه ای که طراحی کرده بودید به اینجا درگ بکنید و همونطور که شما میبینید تکست شما روی اون پت قرار میگیره. شما دقیقا یه پت آفست دارید که محل قرارگیریش روی پته. یه اینساید پت دارید که برعکسش میکنه، دقیقا اون ور پت قرار میده. و یه الاین تو پت دارین که اگه خاطرتون باشه این الاین تو براش من، اگر اینجا اجازه بدید خاموش میکنم این خود پتم رو که راحت تر ببینیم. شما الاین تو پت رو اگه بزنید حروفتون با خطتون سعی میکنه یه چرخش درستی داشته باشن. اگر نزنینشون این شکلی میشن. شاید توی بعضی موارد این مد نظرتون باشه، شاید توی بعضی موارد دیگه این یکی براتون جالب تر باشه. این دیگه باز میگم میل خودتونه. خب این هم رو هم. این قسمت جیومتری هم دیدیم. قسمت پایینی که شما می‌بینید غیر فعال برای شرایطی که شما پاراگراف رو انتخاب بکنید. و حالا مثلا left margin، right margin، top و bottom رو بزنید که این خب خیلی کمتر مصرف میشه، استفاده داره توی کار کمتر مصرف میشه چیه؟ کلمه استفاده کردم. کمتر استفاده میشه توی کار موشن گرافیک، ولی به هر حال این تنظیمات مربوط به پاراگراف میشن. توی قسمت بعدی تکست یه نکته، یه در واقع چیز خیلی جالب تری رو هم با هم می‌بینیم.